بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بخت‌تر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شوربخت‌تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه ای از بنیاد آینه. گفتار چهارم، چگونه بار دیگر کشاکش آغاز یافت. در این گفتار سخن رانده می شود از آشوب میدان توپخانه و از داستانهای دیگر که پس از آن رخ داد تا پیش آمد بمباران دارالشورا. بدخواهی های سعدالدوله، امیر بهادر و دیگران. چنان که گفته ایم کشتن عباس آقا اتابک را ترسی در دلهای درباریان پدید آورد و در نتیجه این ترس بود که آن آرامش سماه رخ داد. ولی چون داستان اتابک کهن گردید و یک فدایی دیگری که گمان می رفت پدید نیامد، کم کم ترس از دلها بیرون رفت و محمد علی میرزا و درباریان و دیگر بدخواهان مشروطه نیز دوباره بدخواهی آغاز کردند. در این هنگام گذشته از شاپشال و امیر بهادر و اقبال الدوله و مجلل السلطان و دیگران که گرد شاه را گرفته او را به ایستادگی در برابر مجلس دلیرتر می‌گردانیدند، سعدالدوله نیز یکی از دشمنان بزرگ مشروطه گردیده در برانگیختن شاه به دیگران پیشی می جست. این مرد از هنگامی که از مجلس کنار جست با مشروطه دشمنی نشان می داد. ولی چون وزیر خارجه گردید و کارکنان آزادی خواه آن وزارتخانه او را نپذیرفتند، کینه او با مجلس و مشروطه بیشتر گردید و در کوشش هایی که به همدستی دیگران در دربار می کرد پافشاری بیشتر نمود. از دیرباز این سخن در زبانها می بود که سعدالدوله و امیر بهادر نشست های نهانی برپا می کنند و به زیان مشروطه نیرنگ ها می ریزند. گفته می شد حاجی شیخ فضلالله نوری و بلکه حاج شیخ مرتضی آشتیانی نیز با آنان همراه می باشند. این گفتگو در مجلس نیز به میان آمد و نام سعدالدوله آشکار برده شد. چنان که گفتیم کمیسیون مجلس 380,000 تومان از دریافتی سالانه دربار کم گردانید و محمد علی میرزا آن را به روی خود نیاورده رنجشی ننمود. و پس از این کم گردانیدن بود که به مجلس رفت و در آنجا سوگند خورد. لیکن در این هنگام که سعدالدوله و همدستان او به کار پرداختند، این کم گردانیدن را یک دستاویز نیکی برای خود دانسته به سودجویی از آن برخواستند. بدینسان که به استرداران و شترداران و فراشان و سرایداران و دیگر این گونه کارکنان کم ارج دربار چنین وانمودند که مجلس سالانه آنان را بریده است و محمد علی میرزا را به آن سرباز زند. در حالی که آن 380,000 تومان از جاهای دیگری بریده شده و به سالانه اینان هیچ پیوستگی نمی داشت.
با این سخن آن دسته از کارکنان دربار را که گروه انبوهی و خود مردان ناتراشیده و دژآگاهی می بودند به دشمنی با مشروطه و مجلس برانگیختند. اینان به دستبندی پرداخته به این سو و آن سو می رفتند و به مشروطه و مجلس دشنام می دادند. هرچه گفته می شد که از شما چیزی کاسته نشده نمی هنائید، یک روز هم به خانه ناصرالملک رفته بیشرمی بیش از اندازه نمودند. تویولداران و دیگران که از مشروطه رنجیده بودند باد به آتش اینها می زدند. از آن سوی سعد و دوله و همدستان او شبها با هم نشسته نیرنگ ها می ریختند. حاج شیخ فضل الله و سید علی یزدی و بنیادگذاران انجمن فتوت نیز هر یکی نشست هایی برپا می نمودند و به گفتگو می پرداختند. روی هم رفته یک جنبش نهانی به زیان مشروطه در میان بود و چند دسته با هم می کوشیدند. در این میان محمد علی میرزا نمایندگان را از مجلس به دربار خواست و چند تنی که یکی از آنان حاجی سید نصرالله می بود به آنجا رفتند. محمد علی میرزا نخست گفتاری رانده، سپس دست خط درازی را که از پیش نوشته و آماده گردانیده بود به یکی از درباریان دستور داد که بخواند. خواستش از گفته و نوشته دو چیز می بود. یکی آن که مجلس از مرز خود می گذرد و به کارهای دولت یا قوه مجریه در می آید. دیگری این که انجمنها به فراوانی بنیاد یافته مایه آشوب پایتخت می باشند. می گفت از روی قانون اساسی مجلس باید تنها قانون گذارد و به کار دیگری نپردازد. ولی این مجلس پابند آن نمی باشد. انجمنها نیز آسایش و ایمنی شهر را به هم می‌زنند و به همه کارها از سیاسی و دولتی در می‌آیند. اگر اینها برای نگهداری مجلس است، من خود سوگند خوردم و آن را نگه خواهم داشت. پیداست که این سخنان را که رویه قانونی می داشت سعد الدوله یاد داده و خواستشان این بود که آزادی خواهان را به نام قانون دست بندند و این ایرادها به یک بار بیپا نمی بود. زیرا ناپوشیده نیست که مجلس تنها به قانون گذاری بس نکرده به کارهای دولت یا قوه مجریه نیز در می آمد. ولی این از راه ناچاری می بود، زیرا دولت تا می توانست از کار باز می ایستاد و پروای قانون نمی نمود و مجلس ناچار شده به فشار و سختگیری می پرداخت. گذشته از آن اینکه مجلس نخستین مجلس و خود بنیاد گذار مشروطه و قانون می بود که نمی توانست به رفتار ساده دیگر مجلس ها بس کند، به ویژه در برابر یک دولتی که سررشتدار آن محمد علی میرزا می بود. آن گفته شاه جز عنوان نیرنگ نمی داشت و خود نیز می دانست که مجلس به کار نابجایی بر نخواسته است. اما انجمنها راست است که اینها در هر پیش آمدی جنب و جوش می نمودند و برخی از آنها بسیار بیمایه بوده، جز مایه آشوب نتوانستندی بود. از آن سوی چنان که خواهیم دید در روز سختی کاری نیز از دست آنها بر نیامد، با این حال خود پشتیبانی برای مجلس شمرده می شدند و به هر حال بایستی باشند. آزادی خواهان تهران راهی بهتر از این برای کوشش های خود نیافته این را برگزیده بودند. به هر حال در چنان هنگام شورش گله از آنها بیجا می بود. این گفتگو روز چهارشنبه پنجم آذر ماه بود. شاه گفته های خود را با این سخن به پایان رسانید: شما هم بروید در این سه چهار روزه مذاکرات لازمه نموده رأی خودتان را تا روز یکشنبه بیایید و اطلاع دهید.
فردا پنج شنبه در مجلس گفتگو از این زمینه به میان آمد و دست خط شاه خوانده شد. نمایندگان سخنان بسیاری گفتند در این زمینه که مجلس جز به بایای خود نپرداخته و از مرز خود نگذشته. انجمنها نیز مایه آشوبی نمی باشند، چنان که آشوبهای بسیاری در همین تهران رخ داده که انجمنها در هیچ کس از آنها دست نداشتند. از این گونه سخنان بسیاری رانده به آن شدند که پاسخی نوشته به شاه بفرستند. سپس در نشست‌های دیگر همین گفتگو را دنبال کردند و سرانجام پاسخی نوشتند در این زمینه که مجلس هیچگاه پا از مرز خود بیرون ننهاده. این دولت است که باید مرزی برای خود شناسد و جلوی کار مجلس را نگیرد. اما انجمنها از روی قانون اساسی آزاد است، ولی هرگاه بیقانونی نمودند باید دولت جلو گیرد. این نامه را نوشته با دست نمایندگانی به دربار فرستادند. از دربار بار دیگر نرمی و درویی نموده چنین گفته بودند: خواست ما آرامش و سامان کشور و آسایش مردم است و آرزو یا خواست دیگری نمی داریم. بدین سان پرده کشی نموده بودند. سوستکاری های مجلس. لیکن با این حال راستی پوشیده نمانده پیدا می بود که یک نقشه بیم آوری در میان می دارند و هر زمان نشانه دیگری پدیدار می گردید. از جمله در این روزها شاه به امیر بهادر عنوان کشیکچی باشی داد، بیان که وزیر جنگ آگاه گردد و اونیز از آذربایجان 700 تن سواره به تهران طلبید. آن بی‌پروایی به وزیر جنگ و این طلبیدن سوار هر یکی نشان دیگری از بدخواهی و کوشش‌های بدخواهانه دربار می بود. فرستادن قزاق و سواره به ساوج بلاغ که به فرمان فرمان نوید داده بودند به یک بار در کنار مانده، به جای آن در هر کجا که یکی از هواداران دربار می بود دستور می فرستادند که مردم را به آشوب برانگیزد. شیخ محمود و امینی که از دیرباز به دشمنی به مشروطه برخواسته و در آنجا به نام شده بود، شاه خلعت برایش فرستاد. در همان روزها کاغذی به دست وزیران افتاد که گفته می شد با خط خود شاه بوده، که به تنکابون برای پسران سپهدار نوشته و به آنان دستور داده که مردم را به آشوب برانگیزند. روی هم رفته در هیچ جا از راه زنی و دزدی جلو نمی گرفتند و چنان که در جای خود خواهیم آورد، در همین روزها بود که نایب حسین کاشانی فرصت به دست آورده به گرد آوردن پیروان و همدستان پرداخت. یکی از نویسندگان اروپایی که این هنگام در تهران می زیسته و این داستان را نوشته چنین می گوید: آنچه به یک اروپایی شگفت می نماید آن است که با نبودن هیچ گونه جلوگیری نه خون ریخته می شد و نه آشفتگی در کارها رخ می داد. مردم به یک بار خودسر می بودند، ولی آسایش و ایمنی نیز به حال خود می بود. اگر چنین حالی در یکی از کشورهای اروپا رخ دادی، سراسر کشور به خون آغشته شدی و آتش و شمشیر همه چیز را از میان برداشتی. شگفت‌تر آن که در برابر آمادگی‌ها و دشمنی‌ها که از دربار و هواداران آن پدیدار می‌شد، مجلس جز بی‌پروایی نشان نمی‌داد و برای جلوگیری بر نمی‌خواست. با آن که در یکی از نشست‌های نهانی مجلس در این زمینه سخن به میان آمد و ناصرالملک که سروزیر می بود پرده به راستی نکشیده آشکار گفت می‌داند که در نهان کوشش‌هایی به زیان مجلس کرده می‌شود.
آن سوار خواستن امیر بهادر که دلیل آشکاری به آمادگی دربار می بود، در مجلس نیز گفتگو از آن به میان آمد و برخی نمایندگان آن را دستاویز گرفته به سخنان تندی برخواستند. لیکن به همان تندگویی بس کرده به یاد نیاوردند که باید در پی چاره و جلوگیری باشند. مجلس توانستی آزادی خواهان را به خریدن تفنگ و افزار جنگ وادارد و یا از شهرهای دیگر تفنگ چی بخواهد و به هر حال بسیج نیرو کند. توانستی محمد علی میرزا را به نام سوگند شکنی از پادشاهی بردارد و با یک کار دلیرانه نقشه های او را از هنایش اندازد، چنان که همین کار را پس از چند روزی انجمن تبریز کرد و محمد علی میرزا را دست بسته گردانید. در این هنگام ظل السلطان در تهران در آرزوی تاج و تخت میزیست و در آن راه برخی کوشش های نهانی می نمود، چنان که روزنامه تمدن را به نوشتن گفتار درباره خود برمی انگیخت. مجلس توانستی او را هم دست خود گرداند و به رخ محمد علی میرزا کشد و بدین سان دست و پای او را بندد، ولی به هیچ یک از این راه‌هایی نخواست و رشته را به دست پیش آمدها سپرد. به گفته برخی از خودشان می‌خواستند کار را با ستم دیدگی از پیش برند و نیازی به بسیج نیرو نمی‌دیدند. این یک اندیشه خامی می بود که در دلهای برخی از پیشروان جا می داشت، چون از نخست همیشه کار را با جوش و جنب و شور و خروش پیش برده بودند. این دستاویزی پایشان داده می خواستند جز از آن راه به کاری نپردازند. بدتر از همه آن که در همان روزها انجمنهای تهران در یک جا گرد آمده، پس از گفتگو به شاه نامه ای فرستاده، در آن خواستار شدند که سعدالدوله و امیر بهادر را از دربار بیرون گردانند و چنین نوشتند که اگر بیرون نکند، خود توده به کار خواهند برخاست. سپس نیز همین انجمنها هر روز در مدرسه سپهسالار گرد آمده، ملک المتکلمین و سید جمال گفتارها می‌راندند و از شاه و دربار بدگویی می‌کردند و به نام ملت ایران پیام‌ها به وی می‌فرستادند. همه اینها را می‌کردند و هیچگاه به یادشان نمی‌افتاد که به نیرو نیز نیاز می‌دارند. تو گفتی هیچ نمیفهمند که شاه اگر بخواهد آنان را با زور تفنگ از هم پراکند و مجلس را از ریشه کند. تو گفتی چون این چیزی را باور نمی کردند. در اینجاست که باید گفت بسیار خام می بودند. شگفت‌تر آن که چه مجلس و چه این انجمنها باری آگاهی به شهرها نمی فرستادند و از آنها یاری نمی طلبیدند. همانا از خام اندیشی نیازی نمی دیدند و همان جوش و جنب و شور و خروش خود را برای جلوگیری از دربار بسنده می پنداشتند. حال بدینسان پیش می رفت تا روز شنبه 22 آذر ماه کابینه ناصرالملک که آشوب را نزدیک دیده از آن دوری می خواست، از کار کناره گرفت و چگونگی را به شاه آگاهی داد و خواهیم دید که فردای آن روز چه قوغایی برخاست. این نمونه ای از رفتار ناصرالملک می باشد. این مرد همین اندازه می خواست که با آزادی خواهان دشمنی ننماید و آنان را نرنجاند و بیش از این همراهی نشان نمی داد. مردی که در انگلستان درس خوانده و معنی راست مشروطه و سودهای آن را می دانست، جدایی میانه آن با خودکامگی نمی گذاشت و کمترین دلبستگی به مشروطه ننموده، کمترین زیان را در راه آن به خود هموار نمی گردانید. با این حال مردم ارجی به او و مانندگانش می گذاردند و آنان را دلسوز کشور و توده می شماردند. تاختن به مجلس و آغاز آشوب.
چنان که گفتیم بدخواهان بسیج افزار می کردند و چون پایان یافت روز یکشنبه 23 آذر ماه به کار برخواستند. امروز آفتاب تازه برآمده بود که دسته ای از اوباشان سنگلج به پیش روی مقتدر نظام و گروهی از بی سر و سامانان چال میدان به سردستگی سنی حضرت هر کدام از کوی خود راه افتاده رو به سوی مسجد سپهسالار روانه شدند و چون از خیابانها گذشته به آنجا رسیدند دو دسته به هم پیوسته یکی گردیدند. چنان که گفته این در این روزها مدرسه سپهسالار جایگاه انجمنها می بود که روزها در آن گرد می آمدند. امروز نیز انبوهی از باشندگان آنها در مدرسه می بودند و چون این دو دسته در آمدند دانستند که از سوی بدخواهان فرستاده شدند، لیکن پروا ننمودند. اما اینان چون زمانی بودند و بیاسودند، ناگهان به هیاهو برخاستند و به مجلس و مشروطه دشنام ها سرودند و با این های هوی و عربده از مدرسه بیرون آمده رو به سوی مجلس نهادند. مجلسیان در به رویشان بستند و اینان رسیده چند گلوله به در زدند، سپس به سنگ باران پرداختند. ولی چون یکی دو تن از مجاهدان با تفنگ بالای مناره ها رفته شلیک آغاز کردند، ایستادگی نیارسته همچنان عربده کنان و دشنام دهان بازگشتند و رو به میدان توپخانه نهادند. زیرا در میدان توپخانه استرداران، شترداران و زنبورکچیان و فراشان و توپچیان و غلامان کشیکخانه و سربازان فوج امیر بهادر و دیگران که گروه بس انبوهی می بودند گرد آمده چادرهای دولتی را می افراشتند و آشپزخانه بزرگی برپا می گردانیدند. این نقشه محمد علی میرزا می بود که با دست اینان مجلس و مشروطه را براندازد. از این رو میدان توپخانه را کانونی برای خود می گردانیدند. از آن سوی در نتیجه هیاهو بازارها بسته و دشمنان مشروطه از هر سو رو به میدان آورده به اینان می پیوستند. استرداران و شترداران ناتراشیده دوژاگاه و اوباشان سنگلج و چال میدان و دینداران عامی تیر درون به هم آمیخته با یک شادی و جوش و خروش می آمدند و می رفتند و پیاپی دشنام و نفرین به مشروطه و آزادی از دهان بیرون می ریختند. سپس چون چادرها افراشته گردید و دستگاه سامانی گرفت، سید محمد یزدی و سید اکبرشاه و دیگران از روزخانان و اعزان به منبر رفته به شیوه خودشان به سخن پرداختند و از نکوهش و بدگویی به مشروطه باز نایستادند. گویا این جمله ها از همان روز به زبان ها افتاد: ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی خواهیم. اینان در این حال در دربار و مجلس نیز کارهایی رخ می داد. در دربار امیر بهادر به فیروزی خود بالیده از این سو به آن سو می شتافتند. سعد و دوله با شاه از همسکالی و راه نمایی باز نمی ایستاد. امروز لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق نیز در دربار دیده می شد. قزاقان را که گفته بودند به ساوج بلاغ فرستند برای امروز در تهران نگه داشته به دستاویز جلوگیری از آشوب در میان توپخانه به پاسبانی گذاردند. اما در مجلس چنان که گفتیم هیچ گونه آمادگی در میان نمی بود. با این حال نمایندگان ایستادگی و پافشاری نمودند، بدین سان که شادروانان، بهبهانی و احتشام السلطنه و دیگران که برای کارهای کمیسیونی به بهارستان آمده بودند از پیش آمد نترسیده پراکنده نشدند. دیگران نیز از بیرون به آنجا شتافته همکاری نمودند. همچنین آزادی خواهان از دور و نزدیک آهنگ آنجا کردند، چنان که بدخواهان مشروطه در میدان توپخانه گرد می آمدند، نیکخواهان نیز در بهارستان و مدرسه سپهسالار گرد می آمدند.
این رفتار مجلس دلیرانه و بخردانه می بود. یکی از نمایندگان آذربایجان، همانا مستشار دوله، داستان آن روز مجلس را نوشته و به تبریز فرستاده که در روزنامه انجمن به چاپ رسیده و ما اینک بخشی از آن را در اینجا می آوریم. صبح یک شنبه زودتر از هر روز وارد مجلس شدم، دیدم رئیس و چند نفر از رجال دولت مثل معین الدوله و غیره در آنجا هستند. آقای آقا سید عبدالله هم تشریف آوردند. معلوم شد در مسجد سپهسالار مرحوم که در اتصال مجلس است از انجمنها جمعیتی در کار جمع شدن هستند و سنی حضرت و مقتدر نظام هم به آنجا آمده با جمعیت خود در جای مخصوصی از حیاطهای مسجد حاضرند. رئیس محض اینکه از فتنه و فساد جلوگیری کرده باشد، علاءالدوله و معین الدوله برادرش را پی جمعی از محترمین فرستاده، ظل السلطان به مناسبت قرب منزل حاضر شده و رفتند عضدالملک و نایب السلطنه را بیاورند که پیغامی از طرف مجلس به اعلی حضرت همایونی ببرند. آقای آقا سید عبدالله که در آن دقیقه سنی حضرت را یکی از خیرخواهان و طرفداران خود فرض می کردند، کسی را فرستادند او را از مسجد به حضور آقا آورند. آن خبیث آمد و آقا را فریب داد که من برای مدافعه مجلس آمدم از سوء قصدی که مقتدر نظام دارد با سایرین. ولی همین که بیرون رفت، به فاصله 10 دقیقه در خیابان بیرون مجلس هنگامه و قوقایی بلند شد و متعاقب آن قوقا هجوم اراذل و اوباش به در مجلس و شلیک تفنگ و تپانچه به در مجلس. معلوم است در حالتی که در تمام مجلس 3 تفنگ سرباز بیفشنگ و جمعی قزاق بیتفنگ با چند نفر وکیل بیخیال و آقای آقا سید عبدالله و چند نفر از محترمین باشند، وقوع چنین سوء قصد و جسارتی علی الفقله چه انقلاب و هرج و مرجی تولید می کند. فوراً در مجلس را بستند و حاضرین به فکر مدافعه برخاستند. از طرف حاضرین انجمنها که در مجلس بودند، گویا فقط 2-3 نفر با تفنگ در روی سنگرهای مسجد و مناره ها قبل از وقت حاضر شده بودند. یک تفنگ که از طرف آنها خالی شد، جمعیت در مجلس را متفرق ساخت و اراذل و اوباش جسارت خودداری در درب مجلس نکرده هیاهو کنان و به مشروطیت بدگویان رو به میدان توپخانه نهادند. هر دقیقه قصد هجوم به مجلس در افواه و اذهان جاری و با تلفن هر آن خبر موحشه می رسید. از این طرف 4 تفنگدار به تهیه لوازم مدافعه مسارعت کردند. ابتدا خاطرم می آمد که 8 قبض تفنگ با قدری فشنگ که تهیه کردیم، تصور کردیم که قشون سلم و تور هم با ما برابری نمی توانند. فوراً تفنگ های بیفشنگ سربازان را پر کرده به برج و باروی مسجد فرستادیم. جوانان غیور از انجمن آذربایجان خصوصاً حاضر و مسلم شدند. خلاصه آن روز را با تمامی قوا، به طوری که هر دقیقه را قیمتی بود بسگران و هر آنی را استرابی فراهم، جهد بلیغ کرده هر جا آدمی و اسلحه که سراغ می شد فرستاده حاضر می کردند، به قسمی که تا غروب 20 قبض تفنگ مهیا شد. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.
تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه ای از بنیاد آینه.